در این درس تصمیم داریم در رابطه با مدل سازی صندلی در برنامه بلندر صحبت کنیم. اینکه چطوری میتونیم در برنامه بلندر یک صندلی رو مدل سازی کنیم. من برای این مدل سازی از تصویر باکسی که توی صفحه‌ام قرار داره استفاده میکنم. از این قسمت ابتدا وارد محیط ادیت مود میشم. بعد از اون حالت اسکیل رو انتخاب میکنم و اسکیل صندلیمو کاهش میدم. تصویر رو زوم میکنم. با گرفتن غلتک میتونم توی صفحه بچرخم و اسکیل صندلیمو مشخص میکنم. حالا میخوام قسمت هایی رو روی این صفحه مشخص کنم که بعد با کمک اون بتونم پایه های صندلیمو رسم کنم و قسمتی برای نشستن روی صندلی مشخص کنم. برای انجام این کار از کلید های ترکیبی کنترل آر استفاده می کنم. خط های صورتی روی صفحه برای من مشخص می شه. من با استفاده از این خط های صورتی مشخص می کنم که می خوام این خطم رو در راستای محور افقی رسم کنم یا عمودی. من در هر دو جهت می خوام این کار انجام بدم. بعد از اینکه کلیک کردم خط صورتی به رنگ نارنجی تغییر رنگ پیدا می کنه. حالا من اون محدوده رو به این صورت انتخاب می کنم. تصویر رو می چرخونم مجدد کنترل آر و محدوده بعدی رو انتخاب می کنم. این کار رو تا زمانی که این چهار گوشه رو من انتخاب می کنم مجدد تکرارش می کنم. دقت کنید این اندازه ها تقریبا حالا خیلی دقیق نبود ولی تقریبا باید مساوی هم باشه. در هر مرحله بعد اینکه اشتباه کردید کنترل زد رو میتونید بزنید. یک مرحله برمیگردید عقب مجدد کنترل آر رو میزنم تا بتونم تصویر رو انتخاب کنم محدوده رو. الان تصویر من به این شکل مشخص شد. این محدودی هستش که من انتخاب کردم. حالا میخوام این قسمت وسط این تصویر رو یه مقدار اکسترود بدم. حالا برمیگردم تو این قسمت دقت کنید. حالت ورتکس فعاله. من این حالت رو غیر فعال و فیس سلکت رو انتخاب میکنم. تو این قسمت کلیک میکنم تو این کادر وسط صندلی من مشخص بشه. چون میخوام به صندلی اینجا یه مقدار اکسترود بدم. حرف ای از صفحه کلید رو میزنم. و یک مقدار خیلی کوچیک اکسترود میدم. به این صورت. حالا صندلی رو برمیگردونم این زمینه رو. این چهار گوشه رو انتخاب میکنم. کلید شیفت رو میگیرم که این حالت ها از حالت سلکت خارج نشه. دقت کنید وقتی که این قسمت های پشت رو انتخاب میکنید. قسمت روی صفحه تو حالت انتخاب نباشه. اگر تو حالت انتخاب بود با گرفتن کلید کنترل دقت کنید اگر این قسمت الان تو حالت انتخاب بود کلید کنترل رو میگیرم و اینجا کلیک میکنم از حالت انتخاب خارج میشه. کلید ای از صفحه کلید رو میزنم و پایه های صندلی رو در اندازه‌ای که حالا تمایل دارم رسم میکنم به این صورت. حالا میخوام قسمت پشتی صندلی رو هم تنظیم کنم که مجدد تو این قسمت کلیک راست و کلید شیفت رو هم میگیرم که از حالت انتخاب خارج نشن. با زدن کلید ای میتونم مقداری اکسترود به صندلی بدم. حالا این قسمت پشتی رو انتخاب کرد و حرف ای رو میزنم و یه مقدار اکسترود میدم. و این قسمت بالا رو هم با گرفتن کلید شیفت و کلیک راست انتخاب میکنم. کلید ای از صفحه کلید رو میزنم و یه مقدار به این قسمت هم اکسترود میدم. به این صورت. صندلی رو رسم کردیم.
حالا برای اینکه نوع نمایش صندلی بهتر بشه به سربرگ مودیفایر برمیگردیم و با کلیک بر روی دکمه عدد ساب دیویژن سرفیس رو داریم و انتخابش میکنیم. در قسمت ویو عدد ویو رو به 3 افزایش میدیم. این صندلی ما هستش. فقط یک مقدار نیاز به زیباسازی داره که من برای انجام این کار روی هر پایه کلیک میکنم، کنترل آر از صفحه کلید رو میزنم، خط صورتی برای من نشون داده میشه، اونو انتخاب و به سمت بالا کشیده و کلیک میکنم. این کار رو برای تمام پایه ها انجام میدم. پایه بعدی حالا مجدد همین کار رو تکرار می کنم، اما این بار به جای اینکه به سمت بالا حرکت بدم به سمت پایین جابجا می کنم. کنترل آر بعد از نمایش خط صورتی اونو به سمت پایین حرکت داد و کلیک میکنیم. به سمت پایین کلیک کرد و در انتها هم کلیک میکنیم تا اینکه ثابت بشه. در این قسمت هم لازم میدونم یه مقدار این کار رو انجام بدم. حالا تصمیم داریم توی صفحه یک پلن ایجاد کنیم. وارد محیط آبجکت مود میشیم. بر روی پلن کلیک میکنیم. ابزار اسکیل رو فعال میکنیم و اندازه پلنمون رو بزرگ میکنیم. دقت کنیم که پلن باید پایین قرار بگیره که در قسمت پایه های صندلی باشه. مجدد وارد محیط ادیت مود میشم. تصویرم رو جابجا میکنم. حالا کاری که میخوام انجام بدم دیواره های اینجا قرار بدم. مجدد از یک پلن دیگه استفاده میکنم. این پلن رو با استفاده از ابزار روتیت به اندازه 90 درجه که در این قسمت هم برام مشخص شده چرخش میدم. به تصویر پلنمون میخوام یه مقدار اکسترود بدم. اونو سلکت میکنم و روی حرف ای از صفحه کلید میزنم. به این صورت حالا یک خطی تو این محدوده رسم میکنم با کنترل آر. تا این محدوده کافیه. حالا ابزار فیس اسکیل رو انتخاب میکنم و ای از صفحه کلید رو میزنم و به این قسمت یه مقدار خیلی کمی اکسترود میدم و دقیقا این همین دیوار رو برای این قسمت هم لازم دارم. این دیوار رو کلید شیفت رو میگیرم و هر دو بخشون رو انتخاب میکنم. بعد قسمت عدد روی دوپلیکیت کلیک میکنم و یک کپی از اون ایجاد میکنم و با انتخاب ابزار روتیت به اون زاویه میدم. حالا به اندازه 90 درجه اگر بدم در اون راستا به اندازه کلن زاویه اگر ندم دقیقا در همین راستا قرار میگیره. در راستای محورهای زد صفرش میکنم. من حتی میتونم مجدد دوپلیکیت ایجاد کنم و این بار در این راستا قرارش بدم. به اندازه منفی 90
زاویه دادم. و از طرفی من میتونم این محدوده های اضافی رو پاک کنم. چطوری؟ من اگر این قسمت رو کنترل آر از صفحه کلید رو بزنم، به این صورت این محدوده ها رو میتونم انتخاب کنم و با زدن کلید دیلت میتونم کلن این قسمت رو حذف کنم. ما تونستیم به این صورت یک صندلی توی صفحه ایجاد کنیم و دور اون هم یک دیوار اعمال کنیم. حالا اگر بخوایم از این کارمون رندر بگیریم، از این قسمت بر روی رندر کلیک میکنیم. برمیگردم اینجا توی محیط سالید، صندلی رو میچرخونم، توی این ناحیه قرار میدم. کاری که میخوام انجام بدم این که نور رو از اینجا حذف کنم و یک نور دیگه به محیط اعمال کنم. و حالا اگر رندر بگیرم، به این صورت کارمون رو داریم. در قسمت رندر، سایکل رندر رو انتخاب میکنیم و بعد از اون روی رندر کلیک میکنیم. این کارمون هم تموم شد. امیدوارم که استفاده لازم رو برده باشید.